سلام و وقتتان بخیر. به ویژه برنامه محور امشب خوش آمدید. من حامد بهرام میزبان شما هستم. مسائل حقوق بشری و وضع محدودیت‌ها بر بانوان افغان از مسائل واکنش برانگیز میان امارات اسلامی و جامعه جهانی در سال 1401 خورشیدی بود. جامعه جهانی همواره بر تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق بانوان در افغانستان تاکید ورزیده و این مسئله را یکی از شرط‌های مهم برای رسمیت شناختن امارات اسلامی می‌داند. اما امارات اسلامی همواره گفته است که حقوق بانوان در افغانستان تأمین شده و هدف از فرمان‌های امارات اسلامی درباره بانوان موضوع‌گیری درباره آنان نیست. سال 1401 از وضع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر بانوان افغان آری نبود. در این سال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گوناگون از سوی حکومت سرپرست بر کار، زندگی اجتماعی و تحصیل زنان و دختران در کشور وضع شده اند. در کنار مسائل دیگر، ممنوعیت بر کار بانوان در نهادهای غیر دولتی از مهمترین مسائل بود که در سال 1401 رخ داد. وزارت اقتصاد در سوم ماه جدی طی نامه رسمی کار بانوان را در نهادهای غیر دولتی تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام کرد. مقامات حکومت سرپرست این امر را نیز موقت خوانده اند. ما می‌خواهیم که در چوکات اسلام به تمام خواهرها و برادرایی که در داخل کشور هستند، افغان‌ها هستند، برای زنان تمام مسائل کار و حتی تعلیم و تربیه همیشه در چوکات اسلام مطابق عنانات افغانی و شرط انشاءالله ایره برشان آمده بذاریم. ممنوعیت کار بانوان در مؤسسات غیر دولتی و کنش‌های گوناگون داخلی و خارجی را در پی داشت و حتی پای مقام‌های بلند پایه سازمان ملل متحد و مؤسسات خصوصی و خارجی را به افغانستان کشانید. پس از این ممنوعیت، جامعه جهانی از کاهش کمک‌های بشردوستانه و روابط دیپلماتیک خود با افغانستان هشدار داد. اگر زنان اجازه کار نداشته باشند، بودجه برای افغانستان احتمالاً کاهش خواهد یافت. به گونه مثال، سازمان‌های غیر دولتی که از سوی زنان اداره می‌شود، مجبور به توقف فعالیت شدند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در ماه دل و سال 1401 در یک نشست خبری گفت که کارشیوه حکومت سرپرست افغانستان درباره اجازه کار بانوان در نهادهای غیر دولتی تا ماه مارس سال روان میلادی تکمیل خواهد شد. همه افرادی که با آنها ملاقات کردیم به من گفتند که مقامات طالبان در حال ایجاد یک راهکاری هستند که نحوه اجرای آن فرمان را مشخص می کند. با ما گفته شد که این راهکارها مفید خواهد بود و انتظار می رود در ماه مارس ارائه شود. امارت هم په کور دننه ستونزې پیدا کړې او هم د کور نه بهر امارت تقریبا د انزوا سره مخ کړی، د رسمیت په وړاندې ستونزې پیدا کړې ورته. سخنگوی امارت اسلامی در تازه ترین سخنان خود میگوید که هدف از احکام و دستورات حکومت سرپرست درباره زنان موضع‌گیری علیه زنان نیست، بل اعمال قوانین شرعی برای حفظ آبروی زنان است. اگر هدف خدای مکدان اوست خزو پوراندی باندې موقف ونی ولسی، بلکې هدف دا اوس یغه اسلامی قوانین او شرعی قوانین چې د خزو عفت پکې تضمین کیږي او د افغان میرمن او هغه عزت پکې خوندی کیږي هغه عملی سی. پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، بیش از 20 فرمان و دستور از سوی حکومت سرپرست در بخش‌های گوناگون به شمول کار و آموزش زنان صادر شده است. آموزش دختران دانش آموز و دانشجو از مسائل مهم سال 1401 هجری خورشیدی بود. در اوایل این سال مکتب های متوسطه و لیسه برای دختران مسدود شد و در ماه های پایانی همین سال دختران دانشجو نیز از رفتن به دانشگاه ها محروم شدند. مسائلی که در یک سال گذشته واکنش های گوناگون داخلی و خارجی را به همراه داشته است. این گزارش را اسما ساین ترتیب داده. در نخستین روزهای سال 1401 یعنی در سوم ماه حمل زنگ مکتب نواخته شد و دختران نیز همانند پسران با علاقه فراوان راهی مکتب شدند. اما شادمانی آنان دیر دوام نیاورد و امارت اسلامی دستور داد تا اطلاع بعدی دختران مکتب های لیسه و متوسطه نمی توانند و مکتب ها بروند. وقتی دیروز خبر شنیدم خیلی خوشایند بود برم، به خدا اشک ریختم.
اما امروز خیلی دیگر خود دیدم دنجونو او هلکانو که وردهی به بیلوی کچیری ده تعمیراتو ده کمبوت لعمله ده اقتصادی محدودیتونو لعمله ممکن نو ده دی وقتونو بجلا و سحار جونی مسپکین هلکان یا مسپکین جونی سحار هلکان. در روز پنجم ماه جوزای سال 1401 هجری خورشیدی، کمیته 8 نفری از عالمان دینی بر رهبری عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی به منظور بررسی چگونگی بازگشایی مکتب‌های دختران ایجاد شد. این کمیته 8 عضو داره و شامل علما و دانشوران هست. اینها کارهای خود در مورد شروع شدن لیسه ها برای دختران تا حد زیادی انجام داده. در روز نهم ماه سرطان سال 1401 هجری خورشیدی، نشست مشورتی عالمان دین در تالار لوی جرگه، شماره از شرکت کنندگان این نشست گفتند که در برابر رفتن دختران به مکتب هیچ مانعی اسلامی وجود ندارد. کته په جمعات کې پوښتنه وکړه چې څو پیسې د سپینګیری څو پیسې د خلک دې ته تیار دي چې خپل شپاړس کلنه او لس کلنه لور مکتب ته ولي. نو بیا به انشاءالله د دغه سوال لمانه کولو ته ضرورت نه وي. مطلب موږ تاسې افغاني جامعه کې اوسېدلي یو او دلته د خلکو کلتور راته معلوم ده. افزون بر واکنش های داخلی، این مسئله واکنش های خارجی را نیز در پی داشته است. دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. اما بر روز 16 ماه قوس سال 1401 هجری خورشیدی، وزارت معارف آزمون سالانه دختران صنف 12 را برگزار کرد. اما این آزمون در حال برگزار شد که دختران صنف 11 را در مکتب ها به پایان نرسانیده بودند. گم مثبت است بر ما که مکاتب برای ما باز شد، برای یک روزم که شده ما میتونیم امتحانات ما را بدیم. همزمان با بسته ماندن مکتب‌های دختران، حکومت امارت اسلامی بر روز 29 ماه قوس سال 1401 هجری خورشیدی در یک فرمان تازه از ادامه تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها جلوگیری کرد. خواست ما از حکومت سرپرست همیست که در دانشگاه‌ها را برای تمام دانشجویان دختر باز کنند، چون ما در یک آینده نوروشن روان هستیم. از سوی هم شورای طبی افغانستان بر روز 29 دلو سال 1401 هجری خورشیدی آزمون نهایی دولتی شورای طبی را برای فارغان پسر دانشکده های طب به حضور دختران برگزار کرد. اما زمان آزمون را برای دختران تا اطلاع دیگر به تأخیر انداخت. در امتحان پا دو مرحله کسر تنظیم کهی. یو مرحله مو تعلقان در پار تنظیم کلا. او دوم مرحله چه ده؟ اگه ده نوشده خونده پاره ده. وزارت معارف در پنجم ماه دلو سال 1401 هجری خورشیدی در یک اعلامیه که همزمان با روز جهانی آموزش نشر شد گفته است که می کوشد تا زمینه آموزش معیاری را در کشور فراهم بسازد. این وزارت افزوده است که تاکنون 19,000 مکتب و 13,000 مدرسه دینی در کشور فعال هستند. در این ویژه برنامه محور بیشتر بحث میکنیم در رابطه با یک سال گذشته و همچنان اوضاع بشری به ویژه اوضاع زنان و دختران در افغانستان در حاکمیت امارت اسلامی. و مهمانان بحث امشب ما آقایان سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری مردم افغانستان، معین گل سمکنه رئیس حزب حق و عدالت و همچنان توریالای همت آقای امور سیاسی که اینجا در سودی حضور یافتن و همچنان بانو دیوه پتنگ فعال حقوق زن که روی خط اسکای با ما وصل هستن. میمانه گرامی سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه. اگر اجازه تون باشه با آقای سمکنه آغاز میکنم. که آقای سمکنه، فکر میکنید در یک سال گذشته و در حاکمیت امارت اسلامی اوضاع برای زنان چگونه بوده؟ مننه د لوی بخون که مهربان الله په نامه تاسو ته او د ډېرو قدرمنو میلمنو ستاسو تخنیکي همکارانو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دا چې د تیر په څیر باندې له بده مرغه په 45 کالو کې افغانانو په مختلفو وختونو کې قرار لرلی دی، 1401 کال هم د پرمختګونو او هم همداسې د ستونزو سره هم مل و. دا چې مشخص سوال مو د زده کړو په مورید وکړو، وو زده کړې لکه څنګه چې لازمی وی آغاز
و نشوی تر سره نشوی مکاتب لا تر اوسه پوری بندي پر مکاتب پرسشوی می داشته باشم خواهی سم که در کل وضعیت برای زنان و دختران در افغانستان از دید شما چگونه بوده؟ خب کچیری من دغه ته نظر اندازی وکو چې جنگ ختم شوی دی په هغه اندازه نه دی چې اوس موږ ووایو په دې کې نرو ښځو په دواړو پورې اطلاع کیږي ځکه مور نه کونډه کیږي ښځه نه هغه به میړه کیږي دا ټول هر هغه څه دي چې موږ دپاره ډېر ارزښت لري علاوه د دې نه هر هغه څه چې موږ ورته ډېره اړتیا لرو هغه اقتصادي ریفورم دی چې تر اوسه تر دا حده پورې هغه پروژې چې فکر یې کېدو هغه هم پیل شوي دي خو په څنګ کې بعضې مسایل هم شته چې هغه لکه د تعلیم مسله ده چې د هغې دپاره هم طالبانو نه دي ویلي چې دا تعلیم بند دی لیکن د فرصت او د شرایطو د برابرولو دپاره یې یو تر امرسانی پورې متل کړي دي خو د امرسانی لږ څه د اندازې نه اوږده شوه په دې خاطر د خلکو سره یو څه اندېښنې پیدا شوي دي و فکر میکنین زنان چقدر توانستن در یک سال گذشته به حقوقی که باید میداشتن به اون نائل شدن و حقوقی که اسلام و همچنان بشر برشان اعطا کرده او را به دست بیارن و از او برخوردار باشن تر چو پوری چه دی خزی دی فت و دی عزت مسئله دی اغا منگی گورو پو کچو پو پدیرو خارونو که خزه نزبر ول کیږي اته په ډیرو ځایو کې کچېری خزه عرض وکینه د خزه عرض بریدل کیږي خو زبیان په دې باندې وایم چې د تعلیم لنکته نظر وخه خزه تاغه نه د کار لنکته نظر صدای زنان شنیده میشه اگر مشکل داشته باشه خب در گذشته نهادهای وجود داشته مثلا نهاد حقوق بشر بود و وزارت امور زنان بود که بیشتر زنان میرفتن حالا فکر میکنید که چقدر صدای واقعا صدای زنان شنیده میشه در چنین شرایط در حالی که اگر اعتراض میکنن سرکوب میشه اگر صدایشون رو بلند میکنن شنیده نمیشه چگونه شنیده میشه این صدا و دو رقم د اعتراضونه دی یو داسې اعتراضونه دی چې هغه لکه په تیر کې بچی پروژهی برخورد ورسره کیدلو اما موږ د دوی ښځو سره په دې کې همغږی یو چې د دوی د تعلیم مخه نیول شوې ده لا تر اوسه پورې خو نه دی پیل شوی همدغسې د دوی د کار مخه موږ به دوی دپاره د کار زمینه مسئید کړو ځکه ډیرو ښځو ته خپل اولادونه یتیمان ورپاتې دي نو د هغو د سرپرستۍ لپاره به د دوی دپاره الله روزي پیدا شي بالاخره کارونه وکړي چې په بعض عرصو کې شوی دی اوس لکه ستامه ښوونه او روزنه همداسې پولیسو په چوکاټ کې ښځې شته خو لا تر اوسه پورې کمې دي به د یوې ښځه په هر ډګر کې د نرو سره لکه څنګه چې اسلام ورته اجازه ورکړې دوی ته هم هماغه حقوق ورکړل یعنی فکر میکنین که از حقوقشان دریافت کردن گذشته از این دو موردی که شما اشاره میکنین و جز کار و مسائل آموزش بسیار تشکر برمیگردم به شما آقای سمکنه دیاب خانم پتنگ سلام وقتتون بخیر بسیار خوش اومدین به برنامه حالا فکر میکنین که دستاورد امارت اسلامی در خصوص زنان در یک سال گذشته چی بوده همواره امارت اسلامی از دستاوردها صحبت میکنه اما در خصوص زنان از دید شما چی دستاوردهایی وجود داره سلامونه تاسو ته ورسیږي ستاسو د درنو ملمنو ته او همدغه رقم تلویزیون ټولو لیدو وعلیکم السلام بسیار زیات شکر ګوره اول خو مخکې نه تاسو ټولو ته نوې کار در مبارک هوما ګوري که چیرته موږ تاسو دې ته وګورو چې په اخرو یونی مو کالونو کې افغان میرمنې څه ترلاسه کړی دي او څه د لاسه ورکړي دي که د تعلیم برخې ته راشو واضح خبره ده چې تر نن ورځې پورې هیڅ موږ تاسو داسې څه شی ونه شوه کړی چې ترلاسه کړو خصوصا موږ تاسو څه شی چې درلودل هغه هم موږ تاسو د لاسه ورو ورو ورکوو خصوصا موږ تاسو هغه قدرونو ته چې دغه هیواد واقعا شدیدا ضرورت لري هغه هم د میرمنو په شتون کې چې دوی ډېر زیات ضرورت ورته لري چې باید میرمنې موږ تاسو په هر رقم سکتورونو کې ولرو خو متاسفانه نن ورځ دغه امید دغې میرمنو نه اخیستل شوی دی همدلته ورو ورو وي چې میرمنې کولی شي چې عریضې وکړي بېله شکه چې که چېرته کومې ستونزې میرمنو ته راپیدا شي هغوی عریضې کولی شي خو بیا هم که چېرته دې ته راشو چې آیا موږ تاسو بیا کافي میرمنې لرو په هغې سکتورونو کې چې هغوی راړې شي او هلته وغواړي چې د میرمنو سره خپل دغه ستونزه ورته ووایي یا عریضه خپله ورکړي موږ تاسو په مختلفو سکتورونو کې متاسفانه میرمنې شتون ډېر کم دی نو زه فکر کوم چې په داخرو یونیمو کالونو کې موږ تاسو ورو ورو قدرونه خپل د لاسه ورکوو او څه شی چې
موږ تاسو کولای شو چې ترلاسه کړو، هغه متاسفانه موږ ونه شو کولای چې په دغه یونی مقال موږ ترلاسه کړو. اما شما نقطه کې داشتین در رابطه با مسائل آموزش و همچنان کار بانوان امارات اسلامی مسائل تا امر ثانی معطل کرده، این کار نمیکنن از حقوق زنان در افغانستان، اما بار هم فکر میکنین که حقوق بشری به ویژه حقوق زنان در افغانستان و دختران تامین هست در حاکمیت امارات اسلامی؟ گوره خبره پدی که چی کاش که اول موږ تاسو په دغه خبرو باندې اصلا تمرکز نه وای کړی، داسې وړې وړې خبرې دي چې په دو نړۍ کې هیڅ هیواد تر اوسه پورې نشته دی چې په دا رقم وړو خبرو باندې دومره خپل ډېر زیات وخت پکې ضایع کړي. مګر متاسفانه افغانستان چې د دومره ستونزو سره مخامخ دی، بیا هم په دومره وړو خبرو باندې موږ تاسو نن ورځ لګیا اسو، او دغه وړې خبرې موږ تاسو ته نن ورځ څومره غټې خبرې را ګرځېدلې دي. که څه هم تعلیم یا کار دا یو حق دی چې په هر دولت کې، په زموږ تاسو په قرآن کې، په هر مذهب کې دا ورکړل شوی دی. نو دو په خاطر باندې په هیڅ هیواد کې په دغه مسایلو باندې نه خپل وخت ضایع کوي او نه ستونزې هلته ایجادی دي. خو که چېرته راشو چې تر امر ثانی پورې چې نن ورځ موږ تاسو وینو د امر ثانی ډېر زیات وښ شول، که دلته چې ورو ورو وي، کاشکې چې دوی په څو هفتو کې همدغه ستونزې حل کړې وای، نن ورځ به دغه کوم دغه فاصله چې د خلکو او د حکومت تر منځ راغلې ده، چې دا به ورو ورو کولی شي چې راکمه شي. مګر موږ تاسو وینو چې دو په خاطر چې خلک واقعیت پرون ورځ د جنګ او د مړیو نه ستړي وو، نن ورځ موږ تاسو وینو چې موږ تاسو خپل نسل وژنو، نه د ټوپک له طریقې نه، مګر نن ورځ موږ تاسو وینو چې زموږ تاسو قلمونه وچیږي. موږ تاسو مېرمنې نشي کولی چې واقعیت هغه خدمت چې ضرورت ورته ګڼل کېږي چې خپل هیواد ته یې باید وړاندې کړي، او وشي کړی چې د خپل ورونو د څنګ سره ودرېږي، او وشي کړی چې خدمت وکړي په خپل هیواد کې، هغه دوی نه دغه حق اخیستل شوی. زه فکر کوم چې افغانستان شدیدا ضرر دیده لري چې هم ښځه او هم نرینه وشي کړی چې په دې مملکت کې کار وکړي، تر څو موږ تاسو همدغه هیواد چې واقع دغه آخر څلوېښت کاله پکې جنګ پکې روان دی، چې موږ تاسو وشي کړی ده په ګډه باندې بهتره سره راځي. بسیار زیاد شکر بانو پتنگ، برمیگردم به شما. آقای پیگیر، حالا فکر میکنین برداشت شما، تحلیل شما از یک سال اخیر زنان در افغانستان تحت حاکمیت امارات اسلامی چی است؟ آقای سمکنی هم گفتن که بچه دو مورد مسئله دانش و آموزش و همچنان کار بانوان دیگر تامین شده و سخنان دیو پتنگ هم شما شنیدین. سلام خدمت شما بهرام صاحب عزیز، امت صاحب گرامی، جمکنی صاحب عزیز و خواهر ما که از طریق سکایپ است، و سلام ویژه به مردم افغانستان، سلام به او دختران افغان که همشب منتظر هستند که شاید فرمان صادر شود که ما فردا مکتب بریم. سلام به او خواهرانی که هنوزم شاید امشب خواب آرام نداشته باشند، منتظر باشند که پانتون ها فردا آغاز میشه. بالاخره سلام به تمام خانم های بیوی افغان که منتظر هستند که یک کار مطابق دین مبین اسلام و کلتور انانات ما بر از اونا پیدا شود تا یک لقمه نان حلال را به اولادای خود ببرن. میم سر سوال شما، بدون شک که در طول یک سال آرامش بود، زنان افغان بیوه نشدن، اگه شدن هم بسیار کم. مادران ما اولادای خود را دست ندادن و مشکلات عمده اساسی خانم های افغان در همی حل نمیشن. ما باید از این فضای سال زیاد استفاده هم به نفع کشور هم به نفع مردم افغانستان میکردیم که بدبختانه نکردیم. او نفع چیست؟ او آدم ما آزاد بوده میتانیم که مردم باسواد داشته باشیم، باور داشته باشیم. ما هیچ واده آزادی و آبادی رو روش نمیبینیم تا که مردم ما باسواد نباشن. یک بار تاریخ پیشروی خود بیاریم ببینیم، بنان
اون ملت که میخواه برای همیش آزاد بانه او سرمایه گذاری میکنه بالای معارف از کشور که ما این کار نکردیم به طول میه اجده ما این کار نکردیم مشکلات وجود داشته یا فکر میکنین عمدن بوده این مسائل آقای پیگیر؟ ببینین خب ما راست بسان بکنین تمام علمای افغانستان فتوا دادن که باید دختران افغان درس بخونه علمای جهان فتوا دادن که دختران باید درس بخونه و اگر آلات وطن خودم بسنجیم و ایرمی میدانیم که ما به یک بال پرواز کده نمیتونیم ایرم ما اگر خواسته باشیم نخواسته باشیم قشر دختران و زنان افغان یک بخش عظیم از جامعه است یک بال تیار هستن بنان ما فعلا یک بال هستیم و تیاری یک باله پرواز کنه نمیتونه. امارات صلیبی تای 19 ماه حاکمیت خود گفتن که متحد با آموزش زنان هست، دختران و همچنان کارشان، اما کمیسیون هم تشکیل کردن. اجتماعی که شما اشاره کردین در داخل افغانستان هم صورت گرفت، در منطقه و وسط جهان هم بخاطر آموزش زنان صورت گرفت. دختران فکر میکنین چرا نتونستن در یک سال گذشته کارشیوی را ایجاد بکنن، مکانیزمی که بر بنیاد آن بتونه مشکلات حل شود، بالاخره می یک توده بزرگتر که شما اشاره میکنین دوباره برگردن با آموزششان از حقشون برخوردار باشه؟ خواستن توانستن است مردم خواستن ولی کاش همه چیز به دست مردم می بود مردم می خواه که اولادش درس بخونه ولی کی دروازه ها را برو خشان باز بکنه اونا نخواستن ما می تانستیم هر نوع مشکلی که در مورد مکاتب پانتون ها و کار دخترها وجود داشت ظرفی 18 ما 18 بار او را حل بکنیم ولی نخواستیم حالا یک مسئله دیگه هم است آقای پیگیر اینکه خب گذشته از اینکه مکاتب باز نکردن در روزش برای دختران اما محدودیت من میامدم سر برای محدودیت وضع میشه با یکی پای دیگری وضع میشه من سر موضوع میامدم ببینید تنها موضوع مکاتب نیست نی ببینید ما پارکا را بسته کردیم اما ما را بسته کردیم دروازه های کار برخشان بسته کردیم وقتی که یک خانم اجازه ندیم که از هوای پاک اکسیژن تنفس بکنه پس خوب کار نکردیم این باید اعتراف بکنیم نباید این کار را میکردیم و اگر بگوییم که مشکل افغانستان تنها در محدودیت ها حل میشه ناممکن است وزارت ها به می ایجاد شدن تا که اونا زمینه ها را به مردم مساعد بسازن اگر وزارت محترم معارف است اونا باید زمینه ها را ایجاد بسازن بسترسازی بکنن تشویق بکنن که اولاد از این وطن به طرف مکتب بره ولی بدبختانه ما در طول می اجدام همه چیز برعکس کردیم بسیار زیاد شکر آقای پیگیر برمیگردم به شما آقای همیمت فکر میکنین چرا در همین مدت یک سال گذشته نتونستیم بر مشکلات کرونی که صد راه حقوق بشری به ویژه حق آموزش دختران و زنان در افغانستان فائق بهیم بسم الله الرحمن الرحیم محترم بهران صاحب زتاتا او آغل محترمه دیو پتنگ صاحبیتا او محترم سمکنی صاحب تا او محترم پیگیر صاحب تا او دی طلوع تلویزیون محترم و کارکون کو لیدون کو تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و ایمان دویم خبر زدا کومه چه صاحبانو خی اغا وکړه اکثر سره زه موافقم خو زین جای کی تفسیر کول غواړم من د خزو حق دا یو پنځوس اسلامی ملکونه دی او غیر اسلامی چې 200 ترسیږي څومره حقوق چې موږ په بعضی غو کې ورکړي دوه ویل چې دوه موارد یو د کار موارد کې کار کې دا قانون د اسلامی امارت هم مخ کې مو چې یو شترزه یو څوک کار ته دفتر ته لاړ نسی بی عذر یو شترزه
ازیری امضا نه کی هغه منفق د بل ځای کې مقرریده یې نشي خو د ښځې د موږ نونس میاشتې شوې چې په کورو کې هغه وزارتونه چې منحله ملان شوي تنخواګانې په کور کې ورکول کیږي دغه خبرې ولې څمکنی صاحب پیګیر صاحب او ډیو پتنګ صاحب ولې دغه هغه ته چې کوم حق موږ د نور نه هم زیات تصور کړی کاش ګوره دا اوس حق ده ته یقین وکړه چې اول دا تا ته ووایم چې ته په کور کې نه زه نه زه د تعلیم مخالف نه یم نه اسلامي امارت مخالفه اصل د تعلیم سره موافق ده خو موږ وایي دا ظالمانه خبرې باید ظالمانه هم ته چې په حقایقو سترګې پټې نه کړو وایي څو کوتایانې به اسلامي امارت نه وي غته هم ګوتې ونیسو او مثبت شیان لکه پیګیر صاحب او لکه موین صاحب چې څمکني صاحب چې وویلې لکه خوشتپې کانال اته سوه میلیارده ډالر میلیونه ډالر مخکې اوس یو میلیارد اته سوه مرګونه شپږ سوه اووه سوه نه لسو دولسو ته راغلي هغه موږ وایي باید زیرو ته رسي صفر ته رسي خو دا مثبتې کړنې د اسلامي امارت دي د کې شک نشته کور کې ناست یوه ښځه منفق شوې نه ده خو نه خارجان نه داخلیان نه موږ سیاسیون دا خبره ته هېڅ هغه نه کې اکثره ولس به وایي چې دا نوې خبر ده بیشتر باورها به ای هستن که بهاشراندن زنان همی که شما اشاره میکنن در خانه شدن یه خود یک ضربه اقتصادی بر جامعه افغانستان بود فعالیت نداشتن یک میلیارد دلار در یک سال در شش ماه ضربه زده به اقتصاد افغانستان اقتصاد افغانستان ده باندې ضربه نرسیدلې و بهرام صاحب په کور کې ناستی دی ورته تنخواه ورکول کیږي دنه نور حق چیرته ده تا ته کوم چې زه په کور کې نه ده برنامه تنخواه در کوم دونه به خوشاله چې څه وایي موږ دا نه وایو د موږ مکتبونه د معلم ماش سمکنه صاحب خپه دي نیسي او دا پیګیر صاحب ولې نه وایي چې د معلم تنخواه 2000 ده ولې نه وایي معلم درته انجینر تربیه کوي معلم رئیس زه داسې معلمان درته وښیم چې یقین وکړو چې دونه کمزوري دي بیچارهګان هغه به څنګه بیالوژي او کیمیا او غته ورکړي هغه معلم چې کور نه راځي افغانانې وږي او هلته کور کې وړ نه وي هغه چې هلته راځي هغه به څنګه بیالوژي کیمیا فزیک څنګه به ماته ډاکټر او انجینر به څنګه ماته تربیه کړي دغه غږ هیڅوک نه کوي تیر جمهوریت کې شل کاله ډالر او باران و د معلمانو همدغه تنخواګانې وې هغه وخت کې چا نه ډیوه پتنګ صاحب ویلې نه پیګیر صاحب ویلې نه همده ویلې دا معلمان که رښتیا د تعلیم غم موږ سره وي او د جهانیانو سره وي باید د معلمینو هغه وکړي تنخواه زیاته کړي هغه امام ابو حنیفه صاحب په یو غته راغی یو سکند امام ابو حنیفه صاحب درس ویلې مزدور راغله وایي چې کور کې وړه نشته هغه ویلې 50 مسلې فقهي مسلې استنباط کړې مې هغه د لیاد نه نه وښکلې دا چې کور کې وړه نه وي زوی بوټان نه لري د معلم صاحب په 2000 او 8000 باندې څه کوي معلمان 8000 تنخواه لري چې نه ویني ول کیږي دته هیڅوک غږ نه کوي زه په اسلامي امارت هم غږ کوم چې د معلمینو معاش دی اقلا حد اقل که دی موین و وزیر نکی دی رئیس پا اندازه خوی باید کی خب حالایی که شما اشاره به زنان داشتین که در خانه نشستن ماش میگیرن فکر میکنیم یک دستاورد حقوق بشری است گوره دا دی حقوق بشر لکن نورسی درست من معطل گوره معطل میلی دی معطل میلی تعقیل تعلیق میلی دی اجازه بدین وقفه بگیریم تعلیم سر مخالف نده یو قسم درست ایزان بیندکنون هم وقفه دوباره برمیگردیم به ادامه محور ادامه محور خوش آمدید. آقای همت شما اشاره بر حقوق مساوی حقوق بشری داشتن در رابطه با زنان که در خانه نشستن ماش میگیرن اما گذشته از این پس از روی کار آمدن امارت اسلامی 21 فرمان وضع شده بخاطر محدودیت زنان عزیز شما فکر میکنین که سیاست های امارت اسلامی در قبال زنان سیاست حذف کننده نیست نمی فکر نمی کنم که فرمان شده فرمان ما غصه و نه د امریسانی پوری ول نو د نون اس فرمانو نه امریسانی یک سال گذشته کنیم سال گذشته دا غلطی ورته وای ظلم ورته وای نور ورته څه وای د امارت غړي په هیڅ دویم دا چې دغه شانو ته کوم وای چې د علماء جهان فتوا ورکړي علماء افغانستان وطن فتوا ورکړي د اسلامي امارت ټول غړم فتوا ورکړي دنه وړاندې زم الله او رسول د تعلیم فتوا ورکړي دا خو منګه د من حیث اصل د تعلیم سره چې هغه مسلمان دا او انسان دا مخالفت نه لرو دویم خبر دا جهان علماء جهان اسلام علماء و چې دا فتوا ورکړي د اسلام په کم ځای کې دي د ماته راوخي یو حاشیه کې یو ضعیف روایت دی راوخي چې مخلوط تعلیم چیرته روا ده د ټولو اسلامي ملکو کې چې دا ماته هلته فتوا راکوي دا هلته مخلوط تعلیم ده کوم ځای کې بېحجابه کړی از آموزش مخلوط نگفتن درست است نه دا وطنش نیست ته راوخي داسې اسلامي ملکونه دا 500 کې راوخي چې هلته مخلوط تعلیم نه وي زه مهرباني اما به شما یې نسخه رایه نکردن گفتن که آموزش نه کرده به ما منګه وایو چې منګ در باندې هغه نه کوت منګ هم مردم افغانستان نه میخواین نه میخواین که جداګانه باشن ولی آموزش حق شما منګه د تعلیم سره اسلامي امارت مخالف نه ده خو ما در ته ویل چې د اجتهادي او غدا د تاریخ هم در افغانستان مکاتب دخترانه او پسرانه او دویم لکه صاحب چې ویل چې پارکونه بندي حمامونه بندي حمامونه خو دښته ولا چې دغه خپل پیګیر سم حمام
په کورو کې ستدي دي ټولو د حمام خو بيخي د افغاني کلچر او فرهنګ سره اغه نه ده د ما په خیال چې دا ډیر وس راغلی حمام ته هیڅ خپل لور مکتب ته چل پری دي مثال او نو حمام ته به څنګه حمام خو هغه کړي بل خو ته هر ځای کې مونږ ولا تور کړم مخکې متا ته ونه ویلې چې یار دیو پتنګ خزه ده او هغه د اول حق هغه ته ورکو مینه ویلې ته مونږ په هر کار کې دغه نه خو ته حق ورکو که په یو ځای کې که په بانک کې وي که بل څه کې وي چې موږ حق به موزه شته نه میشه ته انځای کار چور دادنه شده ګورم معنی دغه مونږ وی چې دغه یو اجتهادي هغه سوي ان شاء الله چې ډیر زر به خلک زیره ووري اسلامي امارت باید د خلکو چې دغه سي خلک هغه کې دیغه هغه وکي او په بازارونو کې ګرځي سوداګانی اخلي خدای ویلی پارکونو ته چکر وهي سي ګرځيدي سي خو محرم سره هر ځای ته تلی سي چا ویلی چې بندي د بازارو کې روزمره نه ویني ټول بازارو کې ګرځي چکرونو کې ګرځي دغه غلط تزي پغمان تزي د هر ځای تزي چکرونو چا نه دي مردم صورتي را بجای زی که مکاتب باز شوه محدودیت ها بیشتر شده از کار من شدن از اجتماع رفتن من شدن ورله کار نه نه دي چې ضرورت صحت عامه کې ده میدان هوایی کې ده تعلیم تربیه کې ده خزه کارو تزي چې کمزای کې ضرورت نه ده لکه مثال اوس د جنگ غته ضرورت نه ده زڅه ضرورت چې زخه په جنگ کې جنگ لپاره پاغه نه دی رسول الله اسلام وکم چې تل او بوبای ورکول مریضان به تداوی کول دا دی وکي خو جنگ خو کول د سړیو کار ده خزه ډیر منګ نه غلري خزه حوا ده خزه خدیجه ده خزه د مون مور ده خزه د مون خور ده خزه د مون هات المؤمنین دي مون مسلمانان اسلامي امرت به څنګه د خو احترام نه کوي خو دغه غي کې لک فرق ده په فهم کې چې څوک یو رقم احترام غني څوک د احترام غني چې لک 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 لانځه کوي وګری څوک دا حقوق غني لکه غرب غوی وای چې سړی څلور خزي کولای شي خزم به څلور یاران ولري الله سپرنت هغه ولري افغاني کلتور او اسلام د دې جواز نه ورکوي چې یو میړه په موجودیت کې بل میړه کولای نشي پر شاید یالا میخوای مطرح بکنم بسیار زیاد شکر آقای سمکنه یال فکر میکنید که چرا که اختلاف در رابطه به حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران میان جهان اسلام وجود داره حالا جهان اسلام حیات شما به افغانستان و گفتن که آموزش حق مسلم دختران افغان است اما امارات اسلامی برعکس نظریه دیگری دارد چرا که اختلاف وجود داره از دید شما کچری مونږ فکر وکړو اول خو هر هغه څه چې په اسلامي علومو پورې حق مربوط دي هغوی مونږ ډېره تبصره ځکه نشو کولی ممکن مونږ هسې ونه وایو لکه یو مفتي چې ووایي خو خبره دا ده چې کوم وخت نه مو ښای لاس او کیڼ لاس پېژندلی دی د علماو لخوا ویل شوي دي چې تعلیم په ښځه نر باندې فرض دی هغه یې هم اسلامی تعلیم خودلای ده و همه د فن تعلیم خودلای اما اختلافات در داخل امارات اسلامی هم وجود داره در رابطه بعد سوال هم داده ای چی دختران در افغانستان هم داغه سی وشو چی وس اکثریت په دې نظر دی چی د خزو د پاره البته د اسلام په چوکاټ کې څه چی ایجابوي اسلام هغه که جداګانه پانتونونه یا مکاتب خود اوله نه جدا وو لباسیم درست وو اما د پانتونونو په مورید دا مونږ هم ملاحظه لرو د دغه د پاره دی په دې باندې غور وشي او د نړیوالو سره د پروپوزل شریک شي چې تر څو د ترانسپورت د جداګانه مدار د پانتونونو جوړول د هغو د اساتیدو ماشونه او دغسې د پرسونل و نهاد سازمان ملل نهاد یونیسف هم گفته که آماده است در همکاری بکنه و مثلا در بخش اقتصادی پرداخت معاشات استادان و همچنان زمین سازی به خاطر تعلیم هم امارات اسلامی هم باره میگن که مشکلات اقتصادی هم وجود داره در این زمینه در حالی که جهان آماده است کمک بکنه در این مسئله خبرم داده چې لباده مرغه یو څو شیان دي چې هغه لکه سپورت و تعلیم و سوداګري دغه مسائل سیاسي نه دي اوس دا موضوع دومره شوه چې تر سیاست بریده راورسیده موضوعات حقوق بشری به حقوق زنان و دختران در افغانستان موضوع سیاسی سه ابزار به عنوان یک ابزار استفاده میشه نو که چیرې موږ فکر ورته وکړو لیوه حده پورې بلې ځکه په ډیرایو کې داسې اورېدل کیږي چې دوی تبدل پې کوي چې که تاسې دا کوئ موږ به دا وکړو دا په سیاست کې یو حکم شته د څه به لاسه ورکوي څه به لاسه راوړي موفق باشه به خاطر نایل شدن به اهدافشان خبره اوس دلته موږ دا کوو چې موږ باید هر هغه څه وکړو چې فرضاً د ولس غوښتنه په پام کې ونیسو که چیرې موږ د دغه تعلیم یا د ښځو په مورد چې کوم غوښتنه نړیوال لري که چیرې موږ یوه ټول پوښتنه په ټولنه کې وکړو دا به د امارت اسلامي د چارواکو سره یو کومک وشي چې تر څو پورې د هغو دپاره داغسې امکانات برابر شي چې بالاخره د ولس غوښتنې ته غاړه کیښودلی شي البته د امارت اسلامي په منځ کې داسې خو نه دی هر رژیم په خپل وار سره په خپلو منځو کې اختلاف د نظر لري اختلاف نظر په کور کې وي
لیکن په کل کې باید موږ تاسې د دغې دپاره یوه د حله راوبسو. په دې باندې دارالفتا باید د افغانستان کار وکړي چې تر څو داسې یوه فتوا صادره کړي چې هغه زموږ د کور دننه مشکل او د نړۍ سره به مشکل په یو مسلامتامیز شکل سره حل شي. بسیار زیاد شکر آقای سمکنی، برمیگردم به شما. بانو پتنگ، حالا شما صحبت های آقای همت هم شنیدین در رابطه با یکی زنان در خانه نشستند و حقوق دریافت میکنند، یک نوع از تصاور هم میتونه باشه. فکر میکنین حالا چی نقد و نظرهای دیگری وجود داره در رابطه با حقوق بشری از دید شما در رابطه با حقوق زنان در افغانستان؟ اول خوز خوشحاله پده باندیم چه همت صاحب دوباره خده یا په خصه حد باندی بینما ده دوی ده خبرو که چه میرمن پا کورنو که ناستی دیا و ماشون ورکول کیگی چه مگه بایدو ده خوشحاله اوزو گوره ده ماشون چه میرمنو تا ورکول کیگی ده کمی پیسی دیم ده خوانده غا بایت المال پیسی دی چه دوی تا ورکول کیگی ده پیسی خود افغانستان ده ملت پیسی دیم هیچ حکومت اجازه او حق نه لري د دې چې پیسې په دغه رقم شکل باندې مصرف شي، چې هغه واخستل شي، ښځو ته ورکول شي، چې هغوی په کورونو کې ناستې دي او هیڅ کوم خدمت بیا خپل خلکو ته بېرته نشي کولی چې وړاندې کړي. دا بیت المال پیسې چې استفاده کېږي، د هغې وخت استفاده کېږي چې بېرته د هغې پیسو نه ګټه پورته شي، چې وشکړئ چې موږ تاسو په هماغه پیسو باندې خپل هېواد بېرته په پښو باندې ودروو. تاسو وګورئ همدغه پیسې راټولې کېږي د مایلاتو نه، د یوه ځای نه د بل ځای نه پیسې راټولوو، هغه بېرته ورکوو مېرمنو ته چې ودی په کورونو باندې دوی ناستې دي. زه فکر کوم چې دا یوه ښه فیصله نه ده او دوی ته باید موږ تاسو اصلا خوشحاله نه اوسو. کېدای شي چې ځینې داسې تنبل کسان به وي چې هغوی ونه غواړي چې کار وکړي او پیسې په لاس کې ورکول شي، خو بېرته وظیفه راځي همدغو چارواکو ته، همدغو مسؤلینو ته چې دا د دوی مسؤلیت دی چې دوی باید پیسې په څه رقم شکل باندې مصرف کړي او څه رقم کولی شي چې بیا بهتره ګټه پورته کړي د همدغې د مېرمنو نه، خصوصا همدغې معلمینو ته چې د پیسې ورکول کېږي چې د هغوی نه په دا رقم شکل ګټه پورته شي چې هغه هېواد ته اقلا ګټه راورسول شي. او دلته ځینې نورې خبرې وشولې چې موږ تاسو باید په مثبتو خبرو باندې خبرې وکړو. ګورئ نن ورځ چې موږ تاسو دا بحث را جوړ کړی دی همدې دپاره چې د مېرمنو د حق حقوق څه شی د لاسه ورکړي دي په همدې یو نیم کال کې. زه فکر کوم چې فعلي واکمنۍ کې موږ تاسو وګورو، فعلي واکمنۍ ډېر څه د لاسه ورکړل، خصوصا په دوو ټکو باندې چې دوی مېرمنې کار ته پرېنښولي او پرېنښولي چې درس ووایي. زه فکر کوم که چېرته دوی په دغې دوو ټکو باندې تمرکز کړی وای او ستونزې نه وای را جوړې کړې، زه فکر کوم چې ډېر خلک به نن ورځ خوشحاله وای او همدا رقم بینالمللي ټولنه به هم کولی شي په مهمو موضوعاتو باندې دوی سره خبرې وکړي. بینالمللي ټولنه دا خدای ورکړې ده، بس هره خبره چې راتاو کړي بس په همدغو نجونو باندې را ختمه کړي خبره، که څه هم په افغانستان کې دې نه زیاتره غټې خبرې شته دي چې شما در رابطه با جامعه جهانی که صحبت میکنین فکر میکنین از زمان روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی همواره تاکید بر پشتیبانی از زنان در افغانستان کرده، خب گذشته از مسائل داخلی جهان چقدر صادقانه عمل کرد داشته در برابر اینکه پشتیبانی بکنه از زنان در افغانستان؟ زه فکر کنم که یو چا د افغانستان د تاریخ پکله باندې د دوه ټکې م که لوستلی وي او د بیا بینالمللي ټولنه باندې باور وکړي، زه فکر کوم چې کېدای شي چې د هغو به لوست سم نه وي. موږ تاسو نشو کولی چې په بینالمللي ټولنه باندې ملا وتړو یا د هغوی په خبرو باندې باور وکړو. هغوی صرف و صرف خپلې ملي ګټې غواړي په افغانستان کې خوندي وساتي. د هغوی دپاره اصلا د مهمه نه ده چې آیا افغانه مېرمنه چېرته درس یایي نه ویایي، کار کوي که نه کوي. خو د فعلي واکمنۍ دغه وظیفه ده چې د بیت المال د پیسو نه په دا رقم شکل باندې باید استفاده ونه کړي. بسیار زیاد تشکر آقای پیگیر. در کنار از اینکه خب حالا زنان به حاشیه رانده شدن یا 21 فرمان در رابطه با اینا وضع شد، صادر شد تا اینکه محدود شوند، فکر میکنین در کنار از این امارات اسلامی چه چیزا را از دست داد و ایراد هم داشتن آقای حیمت سر سخنان شما؟ ببینید خب ما از این رسانه شما در مورد حرفایی که حیمت سر گفته درباره ماش معلمین بود، ما اونجا یک نقل هم دادم، گفتم ما اگه وضع وزیر صاحبا می بودم از این بحران به نفع مردم خود استفاده می کردم. نگفته چه قسم حیمت سر راست میگه یا 6000 8000 ماش یک معلم است و خود سازمان ملل متحد هم میگه که 28 میلیون افغان زیر خط فقر است. اگر وزیر صاحبای ما میخواستن با یک منطق قوی همراه این معاونین سرمنشی سازمان ملل متحد که آمده بود صحبت میکردن، میگفت خود شما میگه 28 میلیون از گشنگی میمره،
مثلا گوشنا چخصم درس بخورم یک موضوع. معلم ما 6000 7000 ماش داره، او در کرای رایش میره، او اولادای خود چی رو بده؟ پس بگیرین ما شاگردای خود دو وقت نان میدیم، بیا کمک کنیم. معلمین 6000 7000 ما بدیم، $100 شما بدیم. به نظر من این به نفع مردم افغانستان تمام میشد، ولی این کار هم نمکدیم. ما اکثریت کشورهای جهان یک مثال بسیار ساده میدیم بتان. خب پاکستان سیل آمد، نخست وزیرش گفت که ما $10 میلیارد تاوان کردیم، با وجود شاید اونا $500 میلیون هم تاوان نکده باشن، از بحران نفع میبرن. ولی ما نه تنها که نفع نیبریم، نی فرار میکنیم از مشکل، تیر خودم میاریم که به نه به نفع امارت اسلامی افغانستان تمام میشه و نه به نفع مردم افغانستان تمام میشه. پس بین از این موضوعی که امروز خود ما یالی دسته شما سر جامعه جهانی هیچ وعده است با مردم افغانستان صادقانه عمل نکده و یک آله است که ما به دستش دادیم. ببینید هر کار نیک که در طول 18 ماه امارت اسلامی افغانستان کرده، ولی سر موضوع مکاتب دخترها، کار زن ها، پانتون ها، وقتی که همه بحث ها رو میگه در آخر که میگه چرا این کار نکردین، همه این کارهای نیک سرش چلیپا گرفته میشه. پس ما در این نقص کردیم یا فایده کردیم؟ طبیعیست که هم امارت اسلامی افغانستان نقص کرد و هم مردم افغانستان. پس اکثریت کشورهای جهان از بحران ها سود میبرن، به شرط که وزیر صاحب بشینه، هم وزیر صاحب معرف، هم وزیر صاحب تحصیلات عالی، هم وزیر صاحب کار و امور اجتماعی، اینها با کسایی که میان با جرأت صحبت بکنن، برن بشینن امرایشان. همین حرفایی که من امروز گفتم، حالا که فکر میکنین جهان یک موقف در رابطه با امارات اسلامی گرفته، موقف واحد داره و همیشه تاکید بر بازگشایی مکاتب و کار زنان در افغانستان داره، خب درست نقد و نظرهای زیاد در رابطه با عملکرد جامعه جهانی وجود داره، اما در این خصوص فکر میکنین چقدر درست عمل میکنه؟ ببینید خب پیشتر بر شما نقل دادم که این آله را ما به دستشان دادیم و هیچ کشور نمیتونه امارت اسلامی افغانستان درسه خانم ها ببخشه. نگفتین چرا؟ به خاطر این تمام این کشورها عضو سازمان ملل متحد است و یکی از ماده های سازمان ملل متحد در مورد آموزش خانم هاست و یا اطفال است. ماده های در رابطه با حقوق بشری امضا شده، امضا شده نی؟ ببینید خب بر ما شما شاید بر افغان های حرف عادی باشه، ولی باور داشته باشین در دیگر کشورها وقتی که حتی یک مهاجری که هیچ اسناد نداره به یک کشور میره، یک هفته اولاد خود شامل مکتب نمیکنه، او رو پدر مادرش زندانی میکنن. برای اونا گپ مهم است. من سر جامعه جهانی هیچ نوع باور ندارم که اونا میگن ما در پالوی خانم های افغان هستیم، ما هستیم، این گپ ها ما باور ندارم. ولی باورمندی ما در کجاست؟ ما باور دارم که اگر خانم افغان باسواد باشه، ما فردا یک فضای بهتر از امروز می داشته باشیم. ما باید سر از این مکس بکنیم. یکی کدام کشور با ما چی فرمایش میتر؟ نه، بیایید خود ما سر فردای خود فکر بکنیم. اگر دختر ما تعلیم یافته باشه، بر فردا برای وطن چی کدم میتونه؟ اگر فرزند ما تعلیم یافته باشه، بر فردای زی وطن چی کده میتونه؟ پس بیایم سر از این مکس بکنیم و امارت اسلامی افغانستان هم خواهش میکنیم که در این مورد عاجل تصمیم بگیرن، بخاطر این بر مردم افغانستان، بر خود امارت اسلامی افغانستان حیاتیست. این موضوع حیاتیست، باید اونا عاجل تصمیم بگیرن. بسیار جد شکر آقای پیگیر. آقای حمد، حالا بیشتر باورها بر این است که مسائل حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان بیشتر یک مسئله سیاسی هست. چرا به عنوان یک ابزار از دید شما استفاده میشه این مسئله؟ زویم که هر توک دیده ابزار نا استفاده که خارجانی که یا اسلامی امارتی که یا زکم یا بلکم
من ورته په لعنت وای په دې خبره. خو دویمه زه یو څو خبرو ته راځم، اختلافات موجود نه دي. د نظر اختلافات د لور و مور او د پلار و زوی ترمنځ هم وي. اصل د تعلیم سره په اسلامي امارت کې هغه نه د کیفیت د تعلیم سره اختلاف موجود دی. کیفیت څنګه وي؟ هغه میګه کې مباح است، اما هغه میګه خلک پوښوي نه دي. هغه یو مجلس کې خنه و چې دواړو ویلې کله د دواړو خبره صحیح ده. هغه مباح هغه هودي لکه پیلوټي لکه اوان وشتل لکه راکټ وشتل هغه هغه تعلیم خودلی او دا هغه چې ستانګزي صاحب چې ویلي دي چې فرض ده هغه بالکل طب فرض ده ډاکټري فرض ده. خو زه یو شی وایم، ګوره زه هم د اسلام په اصولو او اسلامي نصوصو کې پوښتنه نشته. چی میگن که مثلا یه فرض هست و یه مباح هست و با در نظر داشته خدا وایم چې سر له سبا اول تاریخ ده باید خوشی که دی اسلام او دی افغانان و دی قناناتو و کلتور سر برابر دی چتر لانده دی سر لسه با اسلامی امارت باید پانتونون دی شپاگم نتو دوله سمم دا طول خلاص که دا طول افغانان و گفتن دی اسلامی امارت هم دا نور دی دغام رسانی دی نور تویلکهی نه نور دی وگدهی نه زیادی شرم پا کاردم آیا و بل زلم ویلی و پا ولا پا دقی که منگم شرمی گو یقین و که تاسی تم شرم پا کارده خپنه سی چه دکی پکتنه کهی منگ تا شرم پا کارده جواب در کن اسلامی امارت تم شرم پا کارده چه تروس اولی بند کدی اولیس تم شرم پا کارده چه دا خبر آوری باید تلویزون بند کی زکا چه زیادی منگ بیخی تیاغه تیز جور کده مسئله دیغم تیز جور کده خوزه وامی میرمن هم زمانگ دی ملت د ملت اصل دی من د ملت د متن دی دیوه خورې ته وایم چې مونږه هلته چې دوستم هلته چې اتا چې یو معلم وزه د معلم ډیر احترام لرم خو بیا هم د معلم تنخوا وغونه وه هغه چې د ما د ارګ نه ښه مجلل قصرونه او ماڼۍ جوړولی سي ډیوې پتنګې ولې هغه وخت نه ویلې چې دا بیتل مال ده د دوستم ماڼۍ د اتا ماڼۍ د نورو صاحبانو ماڼۍ ګانې د مونږ د ارګ نه مجللې دي او ښایسته دي او پر هغه دي مجللې هغې دي هغه وخت کې ولې نه وې نونس میاشتو کې یوه ډاکټره ته مانه غواړې صحیح ده. داسې ولایتونه مونږ لرو چې دا شلو کالو کې یوه ډاکټره مثال لکه پکتیکا نر دسې راودکي چې د شلو کالو کې کوم هغه کړی کوم پانتون یې هغه کړی هلته ټول چپ خولې وو او ورسره شروع کړې مونږ وایي دا غلطي ده، اجتهادي غلطي ده. اسلامي امارت دا معطل ویلي، تعلیق ویلي دي، امر ثانی پورې ویلي، اصل د تعلیم سره مخالف نه دي. د الله او رسول فتوا ورکړې ده چې تاسې تعلیم وکړئ. زه دونه وایم پنځلسم د اګست کې بحران صاحب ما ته لږ وخت پنځلسم د اګست کې اسلامي امارت راغی. زه په همه اوله شپه راغلم. پنځلسم د میزان چې د امریکایانو د ویشتلو ورځ وه زه د قلم دیسې ته لاړم. احمدشاه بابا مینه کې ده اوس هم شته او بهار مدیر و. زه لاړم د اول نه تر دولسمه جنکۍ ولاړې وې ما ورته تقریر کوو. یعنی اووم نه تر دولسم پورې دا اول د حمل کې بیا بند سو. کنه تیر کالم چې امارت راغلی د درې میاشتې امارت وخت کې ټول مکتبونه د شجلو ولې د خلکو پرسمن نه پېژندو ولې څه نه کول. پانتونونه خو ته دغه کال پورې هم خلاص و یو کال مکمل د جنکیو پانتونونه. مونږ وایي دا ښه کار نه ده شوی. باید فوراً اسلامي امارت هم د اول اووم نه تر دولسمه او هم د پانتون دروازې خلاصې کړي. د اسلام او د افغاني کلتور او د عناناتو د چتر لاندې مونږ د دې بالکل مخالف آقایو. درست، اجازه بدین سوالم مطرح بکنم. شما در رابطه با گذشته هم گفتین درست هر ظلمی که در حق مردم شده در خود خودش باید نقد شوه. حالا ای که امارات اسلامی شما میگین، خب به هیچ کس هم نگفته که امارات اسلامی مخالف آموزش نیست و نیستم. درست هم چنین که گفتن چرا کارشوی وجود نداره؟ چرا زلب را عجل تعیین نمیشه که حداقل به مردم امیدواری بدن که یا امروز یا 10 سال بعد از امروز فعال میشه مکتب باز میشه دوباره. اما همه گه در یک سردرگمی قرار دارن. باید دغه نور د ایتی د خلکو ته تبر تلاس ته وانه چو او د شرایطو سره باید خلاص کی شرایط ورته وځه کی وخت ورته تعین کی یا د صفا وای چې دغه 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 دلایل دي او کنه مونږ هم ذلیل کیږو مونږ هم خجالت یار جه کړی سو ی دو روپۍ کاغه نه مونږ سره ورته سترګې مخړي او نور ولا کرا سره خبر څوک وای سي. مثال د اسلامي امارت هغه خوبیانه بیانو خو دغه جته چرې سو به ورته خړسترګې سو. نو اسلامی امارت نور مخ خرسری کوا او ځانم نور دی ملت هغه مکوا. من اسلامی امارت نړیوالو سره غونډانو سره حقوق بهران سره دغه نه تختینه کړي خپل دی ولس په باره کې تختیګان من نشوي. خو هغه اجتهادي دي هغه د من پالیسی او سیاست نه ده چې کوم من پالیسی او سیاست ده چې افغانستان او افغانانو ته خیر راوړو او دا زیړ زیړ مخونه سر سر مخونه ولیدلو. بسیار زیات شکر آقای همت. آقای سمکنه بخوام پرسش دیگرم شما داشته باشم که خب حالا ای که آقای احمد گفتن خب درست موارد کوچک وجود دارن در نقص حقوق بشری اما جهان هم نگران از وضعیت بشری در افغانستان است. یک کش قوسایی که وجود داره فکر میکنیم بیشتر به کدام سمت ما را سوق میده و چه مسیری میتونیم حرکت بکنیم؟ جنبندی رو میخوایم داشته باشیم.
نړۍ د افغانستان مسایلو ترڅنګ خپل نور استراتیژیکي مخې لري د نړۍ په سطحه باندې، بل خصوصا د ملګرو ملتو موسسه چې په ډیرو کې ورباندې نیوکې کیږي، هغوی هغه مسایل نه مطرح کوي کوم چې خلکو ته تنه په مستقیم ډول سره فواید ورسیږي. نو دا چې اوس نړۍ د ځان سره کومه پالیسي لري هغه په دوی پورې منحصره ده، خو موږ هڅ وایو چې د نړۍ د دوه قطبي کېدو په ترڅ کې دریمه درجه هیوادونه لکه افغانستان چې هم دی هغوی هم متضرر دي. دا ستونزې یوازې په افغانستان کې زه نه وینم، په بعضو داسې هیوادونو کې شته چې هلته سوله هم ده، هلته ټول هر څه رعایت کیږي، لیکن بیا هم اساسي حقوق چاته نه ورکولی کیږي. خو موږ په هغو پورې ځنونه نه تړو، موږ باید په دې کې دا کار وکړو چې اول د بودیجې مسله د هر افغان کولی شي چې د ورځې یوه افغانۍ ورکړي، 40 میلیونه کیږي، موږ کولی شو چې په دې باندې ډیری ستونزې حل کړو که وغواړو چې موږ برنامې ولرو، موږ هر څه په اختیار کې بیا لرو. بسیار زیات شکر آقای څمکنی. بانو بتنگ، فکر میکنین که با در نظر داشت سیاست کنونی امارت اسلامی سال 1402 چگونه یک سال به زنان خواهد باشه؟ بسیار کوتاه. زه فکر کوم چې دوی کولی شي د دغې نوي کال نه ډېر ښه فرصت دوی ته ورکول شي او د دې نه بهتره ګټه واخیستل شي. دلته صرف د همت صاحب د یوې خبرې ته غواړم اشاره وکړم. ګورې موږ تاسو نشو کولی چې د بدو سره مقایسه کړو. که چېرته موږ تاسو ویو چې پرون ورځ بیت المال پیسې څه رقم استفاده کېدلې، اول موږ غږ نه پورته کولو. زه فکر کوم چې موږ تاسو هر افغان خپل غږ پورته کړی دی او د دوی نتیجه هم معلومه شوه چې نن دوی چېرته خپل سرنوشت جوړله. نو د همدې په خاطر باندې چې د بیت المال د پیسو نه په دا رقم شکل باندې زه فکر کوم چې باید استفاده ونشي. او داسې منمه چې زموږ تاسو د معلمینو معاشونه واقعت ډېر کم دي، په ډېرو کمو پیسو باندې دوی خدمت غوښتل چې خپل هېواد ته وکړي. خو بیا هم که چېرته زموږ تاسو مېرمنې په دومره کمو پیسو باندې غواړو چې خپل هېواد دپاره خدمت وکړي، غواړي چې دې هېواد هغه ماشومانو ته زده کړه وکړي، زه فکر کوم چې موږ تاسو باید موقع دې ته باید برابره کړو چې څنګه کولی شو چې زمینه ده برابره کړو چې دوی ماشونه ورو ورو راپورته کړو. څه شی باید فیلي واکمنۍ وکړي چې دوی ماشونه پورته شي، نه چې موږ دوی په کورونو باندې کینو او د بیت المال د پیسو نه استفاده وکړو. بسیار زیات شکر. و آقای پیگیر، فکر میکنین اختلافات که در تعریف حقوق بشر میان جان کابل وجود داره چگونه میشه فایق آمد و چگونه میشه که راه حل به مشکل پیدا کرد؟ یک دقیقه فرصت. ببینید مشکل نیست، هیچ نوع مشکل نیست، به شرطی که ما خواسته باشیم. یک موضوع را که امت صاحب آزرده نشن، ما یک پیشنهاد دارم در مورد این قصاری که امت صاحب میگه. بسیار کوتاه. از رهبری امارت اسلامی افغانستان خواهش میکنم که امی قصرهایی که از خائنین فراری به جا مانده کنار فقط مربوط پلی کلینیک برای خانم ها، بهترین شفاخانه ها میته، بهترین وانتون ها میته و بهترین مکاتب. خواهش میکنیم اگر مردانه وار کار میکنین همیشه ضبط دولت بکنین، به می سه وزارت تقسیمش بکنین. به نظر من هم مردم خوش میشه، هم امت صاحب خوش میشه، هم خانم پتنگ، همه ما. بسیار زیاد شکر. و آخرین پرسش آقای امت، فکر میکنین حالا که امارات اسلامی به دنبال رسمیت شناختن هست، سیاست هایی که در قبال زنان گرفته میتونه که این تحقق پیدا بکنه؟ یاره من خود دای او حق ده د ښځو په موږ باندې د تعلیم حق ده، د دوی د تحفظ حق ده، لکه څمکني صاحب چې ویلي د ټول حقوق دي. دا موږ رسمیت پېژندلو پورې نه تړو چې رسمیت باندې وپېژنې. موږ به حقوق، موږ حقوق ورکوو. خدای چې کوم حقوق ورکړي، اسلام کوم حقوق ورکړي، که هغه موږ ورته نه ورکوو، موږ به تاریخ ته مختور یو، دا اپیلي حاضر حالاتو ته مختور یو. زه د پیګیر صاحب خبرو سره سل په سره موافق یم. باید دا کورونه یوازې دا دوه درې نه چې معلومونه واخیستل، دا څومره چې دی د بیت المال، ما غوښتنه صرف همدا وه چې اسلامي امارت کې خوبیان هم شته او نیمګړتیا هم شته. تخطی به هم کړي خو د ولس په مقابل کې، خو نه ګاونډیانو سره موږ تخطۍ کړي دي، نه نړیوالو سره موږ تخطۍ کړي دي. کوم تعهدات چې اسلامي امارت کړي دي دا ټول ملت شاهد ده چې هغه ده. ګوره ګوره د جنرال خبرې تاسو واورېدلې، دا د یو جنګ اعلان د افغانانو باندې چې په شپږ میاشتو کې کولی شي چې تروریستان داسې یو پېښه وکړي. نه نیلېون غوندې باید ملل متحد، دنیا، ډیوه پتنګه، څمکنی صاحب، پیګیر صاحب او زه ته نور دا رسنۍ ټول دې شي ته بیخي هغه ورکړو، حتی مظاهرې راوباسو، هلته هغه وکړو چې دا خو د یو جنګ اعلان دې کړی ده. لکه تېر ځل د خپله څلور نیم زره امریکان
ملک مونږ په غډیر خپایو بیا به هغه سی وژنې بیا په غم مونږ خپه کیږو مونږ په هر انسان چې دنیا کې وژل کیږي د اسلامي امارت پالیسي دا ده په غم باندې خپه کیږي. بسیار زیات شکر میمنان ګرامی آقایان توراله همت آقای امور سیاسی سلیم پیگیر رئیس حزب متحد فکری مردم افغانستان موین گل سمکنی رئیس حزب حق و عدالت و بانو دیو پتنگ فالو خوکزن از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و در برنامه حضور یافتن. از جانب بینده به ترتیب رسیدیم به پایان محور. سپاسگزارم از همراهیتون. تا بعد خدا نگهدار.